خیلی خوش آمدید عزیزانم به برنامه با همه این هفته. مانند همیشه از لطف، محبت و توجه شما به این برنامه دستن در کاران اون بسیار سپاسگزارم. ما قدر این همه محبت رو عمیقا میدونیم. در این برنامه سه گفتگو و سه مصاحبه متنوع داریم. با ساره نبیل، فعال دفاع از حقوق زنان، هنرمند متعهد همراه خواهیم شد. راجع به وضعیت زنان در شرایط حاضر در افغانستان صحبت خواهیم کرد. سپس سراغ کمپ های پناهندگی، شهرک های پناهندگی در ابوظبی خواهیم رفت. راجع به اعتراضات و بی سرنوشتی و بی سرانجامی چند هزار مهاجر پناهنده متقاضی پناهندگی گفتگویی خواهیم داشت با عابد یوسفی. سپس با یک هنرمند جوان و بسیار بسیار مبتکر همراه خواهیم شد، با آتوسا امیری و کارهای ارزنده هنری اون در دفاع از زنان در افغانستان. این برنامه را از دست ندید. اما اجازه بدید این برنامه رو در دفاع از حقوق زنان، در دفاع از زنانی که دستگیر شدن، شکنجه شدن و به زور از اونها اعتراف گرفته شد، این برنامه رو با یاد اونها شروع کنیم و بگیم جایگاه، ارزش و تلاش تاریخ ساز اونها با این ترهات، با این رفتارهای نخنمای امنیتی طالبان و تروریستی خدشه‌دار نخواهد شد. همه این قهرمانان، همه این زنان مبارز بخشی از تاریخ مبارزاتی مردم افغانستان علیه طالبان هستند. هیچ کدام از این اعترافات اجباری خدشه‌ای به اعتبار این دختران وارد نخواهد کرد که هیچ سبوعیت و توحش طالبان رو نشون میده که امروز خانه به خانه، محله به محله مشغول تلاشی و تفتیش خانه ها هستند. چون این وحشتی از مردم برای هیچ حکومتی متصور نبود. اجازه بدید یک پیام ارزنده از یکی از این دختران شجاع رو بشنویم و بعد گفتگوی خودمون رو با ساره نبیل شروع خواهیم کرد. امروز طالب با نشر و پخش ویدیوی اقرار به اجبار از دختران معترض ثابت کردند که آنها پایبند به هیچ قانون و اصول انسانی نبودند و نیستند. شما شاهد هستین که طالب چندی قبل انکار کرده بودند که دختران معترض را دستگیر کرده اند و گفتند ممکن هست آنها مشکلات شخصی داشته بوده باشند و بنابر دلایل مختلفی دستگیر شده باشد، ولی این به بار دوم هست که خودشان ویدیویی که دختران را دستگیر کردن را دست نشر می سپارند. این نشان می دهد که طالب از ترفند همچو اقرار به اجبار و جبر دارند استفاده می کنند برای تغییر اذهان عامه و به رسمیت شناختن دولت زور و ظالم خودشان. بنابراین دخترانی که در بند قرار دارند باید بدانند که همنسلانشان کنارشان هستند و آنها هرگز تنها نبودند و نیستند. مهمان عزیز برنامه ما ساره نبیل، هنرمند، آرتیست، چهره‌ای که چندین بار هم در برنامه‌های با هم با او آشنا هستید. ساره خیلی خوش آمدی به برنامه با هم. سلام میگم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی. میدونم در شرایط مصاحبه نبودی، الانم در جای مناسبی نیستی به خاطر مشکلاتی که پیش اومد، ولی ممنونم که تو این برنامه حضور داری. یک دنیا سپاس. سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده‌های عزیزتان. ممنون بابت دعوت و خوشحال هستم که امروز اینجا هستم و مسرت میخوایم که امروز جای مناسبه از برای مصاحبه ندارم، چون یک سفر غیر مترقبی پیش اومد و به اون دلیل جای مناسب نیست. امیدوار هستم که
بتونین خوبتر صدای مرا داشته باشید با این وضعیت الان که همه فرهنگی چیز خوب مختلف. هست و اوضاع زنان هم در افغانستان واقعا غیر مترقب است و عملا ما با یک فاجعه انسانی در افغانستان روبرو هستیم، ساره قبل از هر چیز میخوام به ما بگی 6 ماه از بازگشت طالبان میگذره، خود تو به عنوان یکی از فعالین دفاع از حقوق زن تلاش های خیلی زیادی در این دوران داشتی، میخوام نگاه تو رو به وضعیت زنان در این 6 ماه جستجو کنم، چی میبینی؟ اوضاع چیه؟ البته قسمی که همه ما دیدیم فاجعه که امروز در افغانستان ایجاد شده و بخصوص زنا، البته ما همیشه گفتیم که زنا اولین قربانیان هر جنگ، هر ایدئولوژی و هر صلح بودن و امروز متاسفانه زنان افغانستان یک بار دیگر دوباره قربانی همین سیاست های غلط دنیا و همچنان سنت هایی که در افغانستان وجود داره و دوباره قربانی شدن. وضعیت در کل در افغانستان بخصوص زنان با آمدن دوباره رژیم طالبان در افغانستان وحشتناک است. باید این بگویم منعیس یک زن وحشتناک است. من کسی هستم که طفولیت ما دوران طفولیت ما زیر رژیم سایه سیاه طالبان گذشتاندیم. تا امروز ما خاطرات بدی از زمان رژیم طالبان دارم و تا امروز ما مثلا میدانم، البته ما یک تن از یا فیصدی بزرگی از نفوس افغانستان هستم که تجربه سیاه دولت قبلی طالبان را در سالهای 1996 الی 2001 داشتیم که اونا تماما یک برخورد کاملا غیر انسانی در مقابل زنان داشتن که همیشه در حد در میخواستن که زنان را حذف نه تنها از لحاظ فیزیکی که همونطور که چهرهایشان و هویتهایشان با برقه پوشانده بودن و حذف کرده بودن و از جامعه حذف کردن، همونطور حتی از لحاظ فیزیکی و همچنان از لحاظ فکری اونا را مکمل از جامعه حذف کرده بودن در زمانشان. و به این دلیل امروز طالبان دوباره حاکم شدنشان دست بعد فاجعه 15 آگوست 2021 یک بار دیگر نه تنها کمو خاطرات زنده کرد و برعکس ما میبینیم در این 6 ماهی که میگذره طالبایی را ثابت کردن که همون طالبای قبلی هستن، همون طالبای سال 1996 تا 2001 هستن، نه تنها که هیچ نوع تغییری نکردن برعکس امروز بیشتر هوشیارتر شدن و من هوشیارتر حالا بگویم که معنای تعبیر دیگه هوشیارتر شدن که تانستن کپی از حکومت های استبدادی و رژیم های استبدادی رو بکنن و در حال اجرای همو استبداد و همو حذف در افغانستان هستن و بخصوص در قسمت خانم ها. ما میبینیم در 6 ماهی که زنان افغانستان به جادار ریختن و مطالبات زنان افغانستان نه تنها برای خودشان نبود یا نه تنها برای جنسیت خودشان نبود، مطالبات یک ملت بود و برای یک ملت 38 میلیونی که امروز بیشتر از 25 میلیونشان در آستانه تلف شدن قرار دارن از گرسنگی و فقر. اونا مطالباتشان برای یک ملت بود. اما دیدیم که طالبان با چی گونه رویه و با چی گونه حمل کرد خواستن اونا را سرکوب بکنن. اون روز هم ادامه داره سرکوب در رویهایشان و اسارت گیری تعداد از زنان پادین و زنان معترض در افغانستان و همچنان با نشر ویدیوهای دروغین و اعتراضات و مثلا اعترافات اجباری که بالای خانما معترض انجام دادن. این همه عملکردهایی است که طالبان بخصوص در قسمت یا حوزه زنان تا امروز انجام دادن در این 6 ماه گذشته. البته یک بخش از جنایات مشخص هست که طالبان امروز مرتکب شدن در حوزه زنان. در کل ما از قتل‌های هدفمند میشنویم در افغانستان که هم در برگیرنده زنان افغانستان است و همچنان فعالین و ژورنالیست‌ها و هنرمندا و بقیه اقشار جامعه که به شکل فعال در 20 سال در جامعه حضور داشتند. در پولی از این ما اسارت گیری ها گرفتن. امروز زندان های بیشتر زندان های افغانستان که قبلا از توریست های به نام طالب پر بود، امروز بیشترش متاسفانه این طالب ها و این توریست ها از زنان معترض و اشخاصی که میخواهند به او جامعه تغییر و خلاف این نظام استبدادی و نظام توریستی طالب ها هستن. متاسفانه اینا همشان بیشترشان به زندان ها انداخته شدن. خب نگاه بسیار خوب مفصلی داشتی ساره. قبل از هر چیز خواستم ببینم صدای منو میشنوین الان صحبت میکنیم، یعنی واضح هست براتون؟ بسیار عالی. به اعتراف گیری های اجباری
اشاره کردی، تعداد از زنان دستگیر شده که فعالین دفاع از حق مردم بودند در خیابان‌ها اختطاف شدند، روبوده شدند و طالبان در قدم اول اصلا انکار کرد که کسی رو دستگیر کرده. در مقابل دوربین‌های بین‌المللی انکار کردند، گفتن اصلا چنین اتفاقی نیفتاد. اما بعدا معلوم شد که وزارت داخله و به سرپرستی سراج الدین حقانی و کلن اون شبکه مخوف دختران رو دستگیر کرده و تحت فشار از اونها علیه خودشون اعتراف گرفته. میخوام قبل از هر چیز راجع به اعترافگیری اجباری نظرتو بپرسم. این چه موضوعیه؟ چقدر اعتبار داره؟ و نگاه جامعه چی باید باشه نسبت به این رفتار؟ دقیقا در قسمت اعترافات اجباری که طالبان امروز نشر کردن، دقیقا البته تا جایی که من فکر میکنم، البته این نظر من هست، طالبان خواستن با نشر این ویدیو اول خود خودشان همو دروغ خودشان ثابت کردن که با وجودی که از این اسارتگیری ها و از این مسائل در کنفرانس های بین‌المللی، مثلا در نشست اوسلو و بعدا در نشست ژنو، اینا کاملا انکار کردن و رد کردن این مسئله را تا آخرین لحظه. حتی با دومین اسارتگیری که 29 زنه که از یک خانه امن متاسفانه به اسارت گرفته شدن، اینا تا اون لحظه هم انکار میکردن و میگفتن ما این اسارتگیری ها را ما انجام ندادیم و پیگیری میکنیم که اینا رو که انجام بدن. با نشر کردن این ویدیو اینا خودشان این ثابت کردن که دروغ گفتن و این اسارتگیری ها اینا به شکل مستقیم و این کار خود از اینا بوده و به چی دلیل این کار رو انجام دادن. با این اعترافات اجباری اینا میخواستن که دو مسئله رو ضربه برسانن: یک، سرکوبی اعتراضات زنان در افغانستان، و دوم، بدنام ساختن امی اعتراضات که بر از این اعتراضاتی که واقعا امروز از عمق جامعه، از کف دل از جامعه یک صدا بلند شده و برخواسته. و من همیشه گفتیم و امروز یک بار دیگر تاکید میکنم، برای من این اعتراضات و این حرکاتی که در آخر در افغانستان در حوزه زنان و در جریانات زنان امروز آغاز شده، برای من مقدسترین و پاکترین صداها و پاکترین حرکات زنانه هست که کاملا به یک روی کاملا به یک از یک جای از یک قدم دیگه شروع شده و به این دلیل مقدسترین و پاکترین صداها است که نه از طرف جای اینا حمایت شدن، نه به اساس کدام پولی بوده و نه به اساس کدام پروژه بوده. اینا صدای واقعی زنانی هستن که حداقل در این 20 سال گذشته تانستن و مکتب برن و دانشگاه برن، از کوچکترین حق حقوق اساسی که یک انسان برخوردار شوند و تا اینکه حتی مشارکت سیاسی یا مشارکت اجتماعی. و این زنا کوچکترین، بعضشان کوچکترین آزادیایی را داشتن که امروز با آمدن طالب اینا تمامش از دست دادن و این اعتراضات از عمق از اونمو جامعه بیرون شده، که یعنی از زنایی هست که اینا هیچ چیز دیگه از دست دادن نداشتن، همه چیز از دست دادن و حاضر شدن و بلند شدن برای رسیدن به مطالباتشان. یک با نشر از این ویدیو طالبا خواستن که این حرکات به این شکل ضربه برسانن و بر از یک جنبه بیرونی و یک باور غلط را در جامعه افغانی و همچنان در کشورهای بیرونی ایجاد بکنن که یعنی این اعتراضات صدای واقعی مردم نیست، صدای واقعی زنان نیست و مثل این 20 سال و در پالی ازی که بعض مشکلات دیگه بود، بسیاری مثلا میگن که در قسمت زنان مسائل پروژه‌ای بوده و یا مسائل همش از طرف غرب بیان شده و خواستن امو جنبه غربی بودن بر ازی بکن تا ای که بخواین یا بتانن که ازی قوی بودن ازی حرکات بکاهن. و دوم، در کنار از این یک مسئله دیگر هم میخواستن که یعنی با این کار خود اینا خواستن ضربه وارد بکنن، مسئله اخراج است. امروز متاسفانه یک تعداد بیشتر از افغانا حالا در حوزه های مختلف بخصوص خانم ها و تعداد فعالین بیشتری که در حوزه فعالیت های حقوق بشر در حوزه حقوق بشر فعال بودن و یا ژورنالیست ها و هنرمند ها امروز هم در زیر سلطه طالب متاسفانه در افغانستان موندن و در روند اخراج متاسفانه نتونستن
زودتر بیرون شوند و امروز به شکل پنهانی زندگی میکنن و با مو ترس و وحشت وجود داره. با این اعترافات اینا خواستن با این جنبی بیرون شدن و یا که ساختن از این خانمو خواستن که روند تخلیه رو تا جای اینا ضربه برسانن و یا ای که باعث بدنامی شوند و تا ای که نتانیم بیشتر از افغانایی که امروز در تهدید به سر میبرن اونا بیرون شوند. خب در این حال سار، شکل دستگیری این زنان هم بسیار مورد اعتراض هست. اولا در یک خانه امن زنان تعدادی رو دستگیر کردند که اون را هم منکر شدند. در میان اینها کودکانی هستند، مثلا مدینه دروازی با فرزندانش دستگیر شده و ده ها نفر که قاضی هستند، وکیل هستند و هیچ جرمی مرتکب نشدند. حتی اگه خواستند خارج از کشور هم برن، خارج از کشور رفتن و زیر یوغ طالبان نبودن، جرم محسوب نمیشه. اما یک نکته‌ای در اعتراضات اخیر هست به صورت بین المللی در مقابل این یورش. یک کمپین بزرگ و سراسری خوشبختانه با موفقیت داره پیش میره، Stand with Women in Afghanistan. میخوام راجع به این نظرتو بپرسم، خودتو در این مورد اطلاعاتی داری و از عزیزانی که این کمپین رو راه اندازی کردن ما تصاویر بسیار زیادی دریافت کردیم. امیدوارم برسیم حداقل یک دهمش رو اینجا نشون بدیم از صدها عکس و تصویری که دریافت کردیم. بفرمایید. دقیقاً البته یک مثال دیگر رو می‌خوایم بگویم که بیشتر خودتون هم یادآور شدین. دقیقاً بیرون شدن و بیرون شدن از تهدید و سلطه یک نظام تروریستی هیچگاه نمیتونه مانی از این شوه و یا که اینا همچی اگر حرکت را انجام بدن. و مسئله دوم، حق خواسته میشه، حق داده نمیشه و امروز خواستن حق از این خانوما یعنی منعیس یک انسانی کار است که باید و یکی از حق حقوق انسان است که برای حق خود باید مبارزه بکنه. در قسمت چیزی که میخواستم بیشتر بگم، این به ادامه حرفای بیشتر بود و در قسمت کمپاین دقیقاً امروز خوشبختانه در پلی ازی که زنان افغانستان تعداد بیشترشان به خیابان رفتن و به جادا ریختن و صدا بلند کردن، تعداد بیشتر از زنانی که در خارج از افغانستان هم هستن، تا ای که بتانیم صدای اونا باشیم و حامی صدای از اونا در افغانستان و در خارج از افغانستان باشیم، کمپاین‌های به راه انداخته شد، کارزارهای متفاوت تا تظاهرات و مظاهره ها، تحصیل ها و گردهمایی ها که از یک جمع از این همه در قسمت کارزاری که در قسمت خانمایی که و بخصوص بعد از این اسارت گیری ها تازه برای انداخته شد، همین کمپاین که شما گفتین به نام Stand with Afghan Women in Afghanistan که با این کمپاین فقط بخصوص نه تنها زنهای افغانی که خارج از افغانستان زندگی میکنن، بلکه تعداد بیشتر از اطبا و شهروندهای کشورهای دیگری که در سراسر دنیا زندگی میکنن همو سولیداریتی خود با افغانانشان بتن و بخصوص زنان افغانستان، چرا در وضعیت فعلی امروز زنان افغانستان کاملا تنها گذاشته شدن. امروز زنان افغانستان متاسفانه نه از طرف ملت افغانستان که همه سکوت و خاموشی اختیار کردن، نه حتی از فامیلای خودی زنها حمایت ندارن، نه تنها که از فامیلای خود حمایت ندارن، از ملت افغانستان حمایت ندارن و حتی از جامعه جهانی حمایت ندارن. امروز زنهای افغانستان مبارزین هستن یا مو سربازایی هستن که هیچ نوع حامی و حمایت کننده در هیچ جایی ندارن و امروز فقط خودشان استاده هستن و برای یک ملت می جنگن و برای یک ملت مصالحه دارن. خب به تنهایی زنان در افغانستان اشاره کردی، اما در خارج از کشور ساره، خودتو یکی از این فعالین هستی، چگونه باید توجه بین المللی رو جلب کرد؟ وجدانهای بیداری هستند که تا به حال از زنان دفاع کردند، در تظاهرات ها شرکت کردند، اما معلومه یک مجموعه از کشورها و دولتهای این کشورها طالبان رو تمویل کردن و به قدرت بازگردوندند. آمریکا، اروپا، انگلستان، آلمان، فرانسه، همه اینها با ریاکاری تمام با مردم افغانستان برخورد کردند. میخوام ازت بپرسم به عنوان آخرین سوال،
پشتیبانی و دفاع از زنان در افغانستان باید چگونه در خارج از کشور شکل بگیره و ادامه پیدا کنه؟ دقیقاً البته در این قسمت نه تنها در خارج از افغانستان بلکه در داخل افغانستان باید یک انسجام صورت بگیره. ما همیشه در هر پلتفرمی که امی با مزد که لغت از یادم برد حداقل امی امکانات را پیدا میکنم که صحبت داشته باشم یا حداقل تر ارائه تر یا نظر بتوم. همیره همیشه سرش تاکید دارم که ما به یک انسجام نیاز داریم. حالا این انسجام باید شروعش از خود داخل افغانستان شروع شوه و و خصوص به زنایی که در خارج از افغانستان میشه. ما تا وقتی که انسجام پیدا نکنیم، تا اینکه ما واقعا روی یک میکانیزم مشخص پیش نریم، نمیگم که کارای ما نتیجه نمیده، نتیجه میده، اما اگر ما واقعا میخواییم که یک نتیجه بهتر و خوبتر و دراز مدت داشته باشیم، ما باید یک میکانیزم مشخص داشته باشیم و در عین حال انسجام خانمان نیاز است و در عین حال و خصوص زنایی که در خارج از افغانستان هستند. یگانه کار بهتری که ما میتونیم بتونیم که ما بیشتر نهادهای حقوق بشری دیگر که در راستای زنا و حوزه زنا فعال هستند، اینا را با خود در این انسجام یک جا بکنیم و با خود بتونیم اینا را منگیج بکنیم تا اینکه صدای ما قوی‌تر و تاثیرگذارتر باشه. و در عین حال ما باید بدیل داشته باشیم، در عین حال ما باید روایت تازه را تعریف بکنیم که برای زنای افغانستان و در عین حال زنای خارج از افغانستان هستن. یک کار بسیار مهمی که میتونن انجام بدن که ما باید حامی صدایی که در افغانستان است باشیم و دومی که پشتوانه فکری بر از اونا باشیم. امروز زنای افغانستان با تمام تهدیدات میرن و جادا میریزن، حق و حقوقشان را میخواین. ما باید دو چند سه چند از این باید در این کشورها انجام بدیم. ما باید از هر رای ممکن، حالا از کارزار اینترنتی میشه یا ای که برای انداختن کارزارا یا برای انداختن تظاهرات، تحصیلات، گرد همایی ها، نوشتن نامه به افراد اشخاصی که مسئول هستند در این باره، ما باید از هر رای ممکن استفاده کنیم تا اینکه بتانیم بیشتر تاثیرگذار باشیم و تا اینکه صدای ما واقعا شنیده شود و همچنان در اون قسمت تغییر بیاید. و در این قسمت نقش زنایی که خارج از افغانستان هستند، حداقل زیر سلطه طالب نیستن، حداقل از حق و حقوق آزادی های برخوردار هستند که میتونن آزادانه صدایشان را بلند بکنن برای هم نوایشان، برای خواهرایشان یا برای بقیه زنان. نقششان بیشتر میدانم و باید از هر رای ممکن استفاده بکنن تا ای که بتوانیم موثرتر در این قسمت و نگذاریم که زنان افغانستان فراموش شود. امروز متاسفانه میبینیم که اروپا و جهان همه به مسئله اوکراین، حالا نمیگم متاسفانه، امروز وضعیت واقعا تاسف‌بار است که در قرن 21 سال 2022 دوباره یک جنگ در اروپا، اروپایی که همیشه داد از حقوق بشر، داد از ارزش‌های انسانی میزنه، امروز رسما حقوق انسان‌ها اونجا نقض میشه با کشتار و جنگی که فعلا روان است. و امروز جهان متاسفانه بیشتر توجهش به اوکراین است و به مسئله اوکراین و ما در این وضعیت نگذاریم که یک بار دیگر افغانستان و بخصوص زنهای افغانستان قربانی دوباره سیاست‌های جهان شوند و به باد فراموشی سپرده شوند و طالب از این موقع استفاده خوبتر برای خود بکنند. ممنونم ساره عزیز، خیلی نکات با اهمیتی گفته شد. امیدوارم در شرایط دیگه ای و در اوضاع بهتری تو رو همراه خودمون داشته باشیم و سوالاتی که الان دیگه فرصت مطرح کردنش نیست رو از تو بپرسم. ممنونم که وقت گذاشتی و در این گفتگو شرکت کردی. یک دنیا سپاس از شما که تانستین مرا تعامل کنین با این وضعیت. ممنون از شما. ممنون. وقت بخیر. عزیزانم، ویدیو کلیپ کوتاهی در رابطه با همین کمپین با هم میبینیم، جایی نرید. با هم سراغ کمپ تصامیم در ابوظبی خواهیم رفت و در رابطه با اعتراضات مهاجرین افغان در این کمپ گفتگویی خواهیم داشت. همراه ما باشید. سرم به سجده که به هر
ای شومش حق ما را کس خورده. من به فکرهای سیاهی و به فرمان تباهی نشوم غلام و هرگز نشوم. آن چی میخواهی ببری زبان سرخم بزنی دو سد گزندم و سکوت خط بطلان بکشم، خط بطلان بکشم. من بسرم تو بسرم هر قدر خط بکشی. دیانه و جوابون شد الف دایای آزادی، قصری از ما نمی پرسد دیگر معنای آزادی. این سرود آزادی رو شنیدید به وسیله کودکانی که در کمپ‌های پناهندگی در ابوظبی برنامه اجرا کردند. اعتراضات پناهندگان در ابوظبی نسبت به بی سرنوشتی اونها موردی است که با آبده یوسفی که خودش در یکی از این کمپ ها هست خواهیم داشت. آبده، خیلی خوش آمدی به برنامه با هم. مدت ها بود که تو رو در برنامه نداشتیم، الان یک بار دیگه در مهاجرت مجددن تو رو در برنامه خودمون داریم. خوش آمد میگم بهت. عرض درود و احترام خدمت شما و بینندگان و مخاطبین این برنامه. ممنون. آبده، خودت تو جز کسانی هستی که ناچار شدی افغانستان رو ترک بکنی بعد از بازگرداندن طالبان و به هر وسیله ای میلیون ها نفر واقعا در حال فرارند از افغانستان، از جهنمی به نام امارت اسلامی. بعد شما به ابوظبی اومدین و اگر من اشتباه نکنم دو کمپ به نام تصامیم و EHC مستقر شدند، هزاران نفر. از شرایط کمپ بگو، چیه ماجرا، چطور میگذره در اونجا؟ واقعیتش همونطور که خودتون اشاره کردین در اوایل صحبتاتون، حکومت ما بهتر بگم در سال 2021، یعنی یک سال قبل، سال قبل میلادی، خب تغییر پیدا کرد. بنابرای شرایط سیاسی تغییر پیدا کرد و به امارت اسلامی، گروه طالبان واگذار شد. گروه طالبان هم همونطور که در رسانه ها شاهدشون هستین بسیار گروهی تندرو و اسلام ستیز هستن، زن ستیز مخصوصا، که مردم به ناچار از طبقات مختلف دارای مشاغل مختلف، چه سیاسی چه اجتماعی، با
باعث شد که با ورود این گروه اونها ترک خانه و وطن بکنن، چون به هر صورت ممکن بود جان و مالشون و فرزندشون در معرض خطر و تهدید جانی قرار بگیرن. ما شامل همین طبقه می شدیم و ماندن رو به صلاح ندونستیم و با اینکه دلمون پیش وطنمون هست به ناچار ترک وطن کردیم. خب عابده، در دو کمپ مستقر شدن چندین هزار نفر که تعداد قابل توجهی هستند. این افراد خیلی متنوعند. حتی در میان اونها افرادی پیدا میشه که مثلا توی عکس ها خیلی علامت میزنن که مثلا اینها اصلا پناهنده نیستند، یا برعکس فعالین سیاسی هستند، فعالین ورزشی، هنری و غیره. چطور اوضاع در این کمپ ها؟ تفاهمی که ما اینجا مستقریم، خب از لحاظ امکانات میشه گفت خوبه. از لحاظ امکانات و بهداشت، مسائل پزشکی، خدمات بهداشتی و پزشکی خوب هست، ولی تنها چیزی که اینجا باعث نگرانی ما، باعث دلهره و اضطراب ما هست، موندن به مدت خیلی زیاد و همینطور نامعلوم بودن از مدت زمان موندن ماست. یعنی معلوم نیست که ما 5-6 ماه یا 7 ماهی که اینجا هستیم تا چه مدت زمان دیگه ما قرار هست اینجا بمونیم، چون طی جلساتی که دارن نمایندگان منتخب مردم از هر دو شهرک یا کمپ با مسئولین کشور امارات، با مسئولین سفارت آمریکا مستقر در شهر ابوظبی، تا حالا هیچ جواب مشخصی به ما داده نشده که این مردمی که هستن که سر به 10 یا 11 هزار نفری که میکشه، معلوم نکردن برای ما، هیچ بازه زمانی مشخص نکردن، حتی حدودش رو به ما نگفتن که شما چه مدت زمانی میتونید بیرون و مثل سابق زندگی خودتون رو داشته باشین. در حالی که در کمپ های قطر همین افراد با همین دلایلی که خب مجبور به ترک وطن شدن، ظرف 20-21 روز نهایتاً 1 ماه تعیین سرنوشت میشن، انتقال داده میشن به کشور ایالات متحده و بعد از مدتی موندن در کمپ های اونجا یا حتی بعضی ها هم داخل کمپ ها نمیشن، خیلی زود سر و سامون پیدا میکنن و میرن سر خونه زندگی خودشون. اعتراضاتی که در هر دو کمپ باعث شد صورت بگیره به خاطر همین تبعیض و بی‌عدالتی بین قطر و همین شهر ابوظبی و کمپ ها بود، و یکی اینکه نامعلوم بودن زمان خروج ما از اینجا، چون کسایی هستن که الان همون کیس های مواردی که دارن تا آخرین مرحله هم حتی طی شده، یا حتی کسایی هستن که از طریق حمایت خانوادگی یا اسپانسرهای خانوادگی هستن که حتی خودشون حاضرن تمامی مخارجشون رو از اول تا آخر پرداخت بکنن، فقط به شرط اینکه از اینجا خارج بشن هر چه زودتر، چون تمام مشکلات روانی اینها تهدیدشون میکنه. ولی هیچ برنامه مشخصی نیست که حتی اینها رو چطور میتونن سازماندهی بکنن و به اینا جواب بدن که بگن بله حداقل شما حداقل سربار این طرح نیستین، حالا امثال دیگران هستن که خب باید بشینن کارشون کامل پروسس بشه که بعد بتونن انتقال پیدا بکنن. یعنی هیچ کس هیچ جواب مشخصی نداره و نمیتونه اطلاعات و معلومات مشخصی به ما بده. این باعث شد که ما نگران بشیم و دست به اعتراضات مسالمت‌آمیز البته بزنیم. خب تظاهرات هایی شده اینجا هم، ما تصاویرش رو داریم که به موقع نشون داده خواهد شد و مقدارش هم دیده شد. اعتراضات صورت گرفت، کی باید پاسخ بده؟ مسئولین کمپ یا محلی که شما مستقر هستید؟ یعنی کشور ابوظبی باید به شما جواب بده یا آمریکا باید به شما جواب بده؟ آیا همه این چند هزار نفر قصد دارن به آمریکا مهاجرت کنند یا پناهنده بشن یا پذیرفته بشن؟ بفرمایید. خواهش میکنم. خیر، ما هیچ انتظار و توقعی از کشور میزبان که فعلا درش ساکن هستیم نداریم، چون اینها صرف همون میزبان هستند. خب به پیشنهاد آمریکا یک دو تا شهرک از کشورشون رو
از شهرشون رو در اختیار ما گذاشتن که بتونیم بر مدت اینجا باشیم. مسلما ما جواب نهایی و قطعی رو از همون کشور مقصد خود ما که اکثریت قریب به وقوع 90% مردم مقصدشون کشور یو اس ای یا ایالات متحده هست ما جواب میخوایم. یعنی هیچ طلبی ما از کشور امارات نداریم، تازه مدیون مهربانی و لطفشون هم هستیم، میزبانای خیلی خوبی هستن، ولی همون مسئولین کشور آمریکا هم تا حالا هیچ جواب مشخصی به ما ندادن. فقط در همین اواخر گفته شده کسایی که کیس های مشخص دارن و مورد قبول خود کشور آمریکا هست میتونن به این کشور وارد بشن، ولی چه وقت باز هم معلوم نیست، چطور باز هم مشخص نیست. این سردرگمی ها، این نامعلوم بودن وضعیت همه باعث شده که ما نگران بشیم. خانم ها، آقایان، مسن ها، کودکان، همه و همه این نگرانی و دغدغه رو دارن که ما تا چه مدت اینجا هستیم. ما نه اینجا کار داریم، نه سرگرمی خاصی داریم، نه زمانی برای ما مشخص هست که ما بتونیم برنامه‌ای برای آینده خود داشته باشیم که خب من ممکنه یک ماه دیگه باشم، دو ماه دیگه داشته باشم، پس برای یک ماه بعد خودم برنامه بریزم که مکان من تغییر میکنه، سر فلان شغل میرم یا هرچی. در حالی که هیچ کس این انتظار رو نداشت که ما 7-8 ماه یا بیشتر اینجا میمونیم. همه انتظار کمتر از این رو داشتن و فکر میکردن که میتونن خیلی زود به کشور مقصد برسن و به زندگی عادیشون ادامه بدن. خب الان کسانی که اینجا موندن به ویژه کودکان مثلا، امر تحصیل، درس خوندن و غیرشون چی میشه؟ خب مدارس که در افغانستان تعطیله، در این کمپ ها هم که تعطیله و خب خیلی از این کودکان از ابتدایی ترین امکانات سوادآموزی محروم میشن. آیا اونجا اقداماتی خود مهاجرین انجام دادن که حداقل توی این بازه زمانی نامعلوم درس و مشق بچه ها به عقب نیفته؟ بله، اتفاقا حرکات خودجوشی مخصوصا خود ما که بنیانگذارانش بودیم در این کمپ انجام گرفت توسط خود ما که دیدیم بسمون واقعا ساعت شبان روز به بتالت میگذشت. این بران شد که بتونیم کلاس های آموزش زبان انگلیسی و حتی قرآن کریم و هر از گاهی آموزش زبان دری برای کسانی که آشنایی با این زبان ندارن و در کشورهای دیگه متولد شدن، چون هستن بین مردم ما اینجا، داشته باشیم که همچنان هم این کلاس ها دایر هست و کودکان و خانم ها در مقاطع مختلف در سنین مختلف دارن آموزش میبینن، که این حرکات توسط خود ما و بدون همکاری مسئولین شهر انجام گرفته. حتی هزینه مثلا مواد و لوازم اولیه رو خود ما تهیه کردیم و امکانات فراهم آوردیم و دوره کودکستان یک هفته یا بیشتر هست که توسط مسئولین کمپ برای کودکان زیر 5 سال در تعداد خیلی محدودی راه اندازی شده و دیگه هیچ گونه آموزش خاص دیگه‌ای که بگیم در سطوح مختلف مثلا دروس مختلف باشه همونطور که قبلا بچه‌ها ادامه میدادن، خیر، برای کسی وجود نداره و این جز نگرانی‌های خانواده میشه که آینده کودکان ما چی میشه. خب اگر در افغانستان بودن خب سال تحصیلی الان تموم شده بود و برای سال جدید داشتن آمادگی میگرفتن که بتونن در مقاطع بالاتر به تحصیلشون ادامه بدن، ولی متاسفانه در کمپ نه تنها آزادی نیست و امکانات این چنینی نداریم، حتی آموزش هم به اونطوری که باید باشه برای ما موجود نیست. خب با توجه به همین نکاتی که گفتید، ظاهرا اینطوری، این یک کمپ ترانزیته و قرار نبوده که کمپ پناهندگی باشه و افرادی که اینجا هستن قراره که به جای دیگری منتقل بشن. یعنی شما عملا از کشور آمریکا تقاضای پناهندگی کردید، نه از ابوظبی و غیره. برخورد مردم ابوظبی نسبت به شما چطوره؟ خب آیا فقط در این شهرک باید باقی بمونید یا امکان به صورت آزادانه تردد در همه امیرنشین‌های اون منطقه رو دارید؟ خیر، یک محیط کاملا بسته است و دسترسی به شهر و کلن مراکز خرید یا مراکز درمانی دیگه نداریم.
جز همون امکانات پزشکی و دارویی که همینجا برای خود ما تهیه کردن، یه میشه به کلینیک و دیگه مرکز درمانی که زیاد هم گسترده نیست و خب مشکلات جدیتر باشه خب به بیرون انتقال داده میشن، ولی خب تحت مسئولیت و با یک پرستار یا نرس مشخص. ولی این هم جز همون نگرانی هایی که گفتم برای خانواده ها هست و تشویش خاطر براشون آورده، همین عدم آزادی، عدم گشتن به این طرف و اون طرف یا مثلا سیر و سیاحت در واقع بگیم، متاسفانه وجود نداره و ما 6-7 ماهی که هست در همینجا هستیم. نهایتا برای یک اینترویو خیلی ساده ما منتقل شدیم، با بس های خیلی بزرگی منتقل شدیم و با مسئولیت خودشون دوباره برگردونده شدیم به اینجا و فقط فضای بازی، تفریح یا گشت و گذارمون داخل همین خود شهرک هست. آخرین سال آبده، تصمیم بر چیه؟ کوتاه ممنون میشم به ما بگید، فرصت خیلی کمی در اختیار داریم. تصمیم مهاجرین و پناهندگانی که در این دو کمپ هستند نسبت به آیندهشون چیه؟ تصمیم که خب هر کس اگر خیلی زود تعیین سرنوشت بشه خب تصمیم زندگی خودش رو میتونه خیلی راحت‌تر بگیره، ولی تقریبا از همون اعتراضاتی که شما تصاویرش رو دریافت کردین، 2 هفته میگذره و قرار بود طی این 2 هفته به ما جواب قانع کننده ای بدن که بر اساس اون ما بتونیم تصمیم بگیریم، ولی متاسفانه این بازی زمانی تمام شد و هنوز هم ما جواب درخوری دریافت نکردیم. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم الان تصمیم قاطع و مشخص ما چی هست. این ملزم به این هست که ما بتونیم با هم دیگه، با هم فکر هم دیگه ببینیم چی به صلاحه و همون کار رو بکنیم. بسیار عالی، ممنونم عابده عزیز. امیدوارم که دور بعد که با شما گفتگو کردیم هم تعیین تکلیف شده باشید و هم آینده خیلی مشخصتر و روشنتری داشته باشید. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. خواهش میکنم، موفق باشید. شما هم همینطور. عزیزانم، به گوشه هایی از تجمعات اعتراضی در دو کمپ EHC و همینطور شهرک تصامیم توجه شما رو جلب میکنم.
مقابله و مبارزه با بازگرداندن طالبان در افسانه‌نگارات جهان با اشکال مختلفی کماکان ادامه داره. هنرمندانی هستند که در کنار مردم با مردم فریاد اعتراضن و با اشکال مختلف هنری با ابداعات با ابتکارهای خودشون به طالبان نمیگن و صدای اعتراض مردمند. امروز با یکی از این هنرمندان، با یک دختر شجاع، جسور و هنرمند گفتگو داریم. مهمان عزیز برنامه ما آتوسا امیری از کلن آلمان. آتوسا خیلی خوش آمدی به برنامه با هم. ممنونم که دعوت من رو پذیرفتی. بینندگان ما با اعتراض تو در خیابان در میدان مرکزی شهر کلن الان آشنا شدند. اگرچه فیلم برداری خیلی خوبی تنظیم نشده، ولی دختری رو میبینن که در اونجا یک برنامه اعتراضی به نام فریاد برگزار میکنه. بگذار از خود تو شروع کنیم. آتوسا امیری کیه؟ سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. بله، همینطور که گفتید من در شهر کن زندگی میکنم و جزو یک گروه به نام زنان مستقل نکن هستم که تشکیل شده از خانم ها و البته آقایون و هم همه ما از کشورهای مختلفی مثل ایران و افغانستان هستیم. من آهنگم رو در اونجا اجرا کردم برای حمایت از همه زن ها، نه تنها فقط زنان افغانستان و هر زن در هر جای دنیا که باشه و مورد ظلم قرار بگیره، ما صدامون رو بالا میبریم. و من یه خواننده جوان افغان هستم و همینطور که گفتی در کل زندگی میکنم و فعالیت های من بیشتر در عرصه حمایت از زنان هستش. یعنی کلن تو یه موزیک اعتراضی داری، میخوای راجع به این صحبت کنی بیشتر؟ من این آهنگ رو وقتی جرقش تو ذهنم خورد که اجرا کنم، وقتی که طالبان به یک گونه وحشیانه به کابل حمله کردند و من صفم آزاده و خیلی پیام‌های گوناگون برام می اومد که دخترها رو میبرن و زنها رو شکنجه میدن و فعالین حقوق زنان رو یا با خودشون میبرم و زندانی میکنم و یا اصلا اینها ناپدید میشن و دیگه خانواده هاشون ازشون خبری نداره. به هر حال من خیلی تلاش میکردم که یک کاری بکنم، البته کارهای دیگری هم انجام دادیم، ولی من خواستم که با این آهنگ و این موزیک صدامون رو رساتر بسازم، فریاد بزنم و بگم که در کشور ما چه واقعی وحشتناکی در حال رخ دادن هستش. آتوسا کار هنری خودتو خودت داری انجام میدی، مثلا شعر، موزیک یا کلن مثلا ویدیو کلیپی رو که تهیه کردی کاراشو خودت انجام میدی یا به صورت مثلا یه بندن که با هم کار میکنین؟ چطوری کار پیش میره؟ آهنگایی رو که بنده میخونم نخیر خودم ملودیاش انجام نمیدم، شاید در آینده سالها بعد. نخیر این آهنگ شعر و کمپوزش از آقای فریدون همایون درخشان است، ببخشید. و کارهای کلیپ رو هم یک دوست بنده هستش، یک کارگردان که ایشون هم در ایران چندین سال کار کردن و اینجا هم دارن در فعالیت خودشون رو ادامه میدن و به همکاری ایشون کار ویدیو رو انجام دادیم. البته کل تیم ما خانم‌ها بودن فقط، به جز اون سرباز کوچولی که توی فیلم بود، توی کلیپ بود. ببخشید. درست میگید. آتوسا کار هنری تو از ایران شروع کردی یا نه؟ وقتی که مهاجرت مجدد کردی و به آلمان اومدی شروع کردی؟
من تقریبا 10-11 سال پیش از ایران اومدم. اون موقع زیاد، یعنی همیشه دوست داشتم شروع کنم، ولی خب مشکلاتی بود که نمیتونستم. خیلی اونجا مشکلات داشتیم، به اندازه کافی یعنی برای مدرسه رفتنم حتی ما مشکل داشتیم، چه برسه که من بخوام اونجا کار هنری هم یعنی فارسی و آلمانی قاطی کردم، ببخشید. یکی این که ما افغان بودیم و اصلا اجازه درس نداشتیم، یکی این که من یه دختر بودم، و این دوتا چیز خیلی بزرگ و مشکل برانگیز برای من بود. به خاطر همین نمیتونستم اونجا شروع کنم، ولی در آلمان که اومدیم بعد از اینکه یه سری مشکلات ما حل شد، من کم کم شروع کردم به آوازخوانی. بسیار خوب. الان این ویدیو کلیپی که خودتو بهش اشاره کردی و همینطور پرفرمنسی که در خیابان اجرا کردی، این یکی از کارهای توه یا چی؟ این به عنوان شروع کار هست؟ یه خورده بیشتر توضیح بده چه میکنی؟ کارهای من تنها کار این نیست. من دو تا کار دیگه هم دارم که یکیش کار شاده و یکیش کار غمگینه، و این سومین کارمه که کار ترازی بود. البته قبل از اینکه این کار ترازی رو بخونم، من یه قرارداد دیگه داشتم که الان داریم اون رو کارای کلیپش رو انجام میدیم، ولی وقتی این اتفاق توی افغانستان افتاد، من واقعا دیگه نتونستم کارامو پیش ببرم و اون کارهای دیگه ای که زیر دست داشتم کنار گذاشتم و این کار اعتراضی رو اجرا کردیم. و همینطور که شما دیدین اونجا در تظاهراتی که ما داشتیم اینجا در شهر کلن اجرا داشتم، و در هر تظاهراتی که ما شرکت میکنیم و یا خودمون از سازمان خودمون برنامه‌ریزی میشه، من اونجا اجرا دارم. بله، و واقعا خیلی هم مردم حمایت میکنن، ایرانی های عزیز و حتی کسایی که نمیدونن معنی این چیه، ولی همون ملودی رو که میشنوم و اون احساسی رو که میبینن واقعا حمایت میکنن. ولی همه کاراتو به زبان فارسی انجام میدی یا نه؟ بله. کار آلمانی هم داری؟ بله، به زبان فارسیه، ولی این آهنگ اعتراضی که اسمش فریاد هست، ما تیتل انگلیسی گذاشتیم که هر کسی به هر زبانی بتونه بخونه و متوجه بشه. بله. خب آتوسا، برای اینکه بینندگان ما با تو آشنا بشن، چطور میتونن تو رو فالو کنن؟ کجا باید تو رو پیدا کنن؟ در اینستاگرام، در فیسبوک، در کجا میشه با تو رابطه برقرار کنن؟ بله، اینستاگرام من آتوسا موزیک اسمم هست، و همچنین در یوتیوب آتوسا موزیک هست، و همه جا آتوسا موزیک اسم افیسیال پیجای من هست. یعنی کافی سرچ کنن و بعد ویدیو کلیپ هایی که تو داری در یوتیوب، اینا کپی رایت دارن یا آزادن؟ مثلا ما میتونیم ازش استفاده کنیم برای پخش در برنامه، یا کسای دیگه میتونن بردارن مثلا رو پیجشون بذارن؟ یه موزیک اعتراضیه که صدای خودشونو در واقع منعکس میکنه، چطوره؟ بله. من اینطوری کار میکنم که موزیکامو اول خودم توی پیجم میذارم، و بعد از اون کسایی که حالا یه چینل یوتیوب یا کسایی هست، وقتی اگر آهنگ رو میخوان با اجازه خودم اجازه دارن که اون آهنگ رو نشر کنن، و الا چون حق کپی رایت داره، من میتونم یعنی اون حق رو بهشون ندم و براش مشکل پیش میاد. درست. خب حالا برگردیم باز به کار اعتراض تو و محتوای کار تو. بعد از بازگرداندن طالبان، خیلی از فعالین زن واقعا یک عرصه شجاعانه رو شروع کردن، به ویژه در افغانستان. زنانی به خیابان اومدند که طالبان هرگز فکر نمی‌کرد با چنین قدرت و شجاعتی روبرو بشه. فکر می‌کرد کشور رو دو دستی تقدیمش کردن و دور همون دور سابقه. چه فکر می‌کنی خودت راجع به اعتراضات بزرگ و شجاعانه ای که زنان در شهرهای مختلف در افغانستان انجام میدن؟ بله، واقعا وقتی این چیزا دوباره یاد آدم میاد، انقدر احساس آدم فوران میکنه که واقعا بغض میکنه آدم. متاسفانه من زیاد
دل خوشی از مردها و کسایی که در رأس قدرت بودن و همهشون 99%شون مرد بودن، به ظاهر مرد بودن، ندارم. و به خاطر همین خودم، چون چند تا ویدیوی من وایرل شد در همون روزا، من خیلی احساساتی بودم، ناراحت، عصبی بودم، چند تا ویدیو گرفتم و گفتم که مردای افغانستان مرد نیستن، چون کشور رو اول رئیس جمهور فرار کرد، گذاشت، فروخت، دوم بقیه مردها از هواپیما مثل مترسک نگه داشتن و خواستن که برن، اینها اگر خواهر نداشتن، زن نداشتن، حتما مادر داشتن. هر مردی که اونجا بود فقط خواست بدن خودشو، جسم خودشو نجات بده و فرار کنه و زنها رو اونجا تنها بگذاره. و همینطور هم در عرصه تظاهرات و دفاع فقط زنها در چشم بودن، یعنی فقط زنها در میدان بودند. اولین کسانی که اعتراض کردند، اولین کسانی که صدایشون رو بالا کردند و گفتند که ما حکومت طالبان رو نمیخوایم، اونها زنان بودند، اونها دخترانی بودند که از جانشون، از اینکه اینها شاید بعدن شکنجه بشن به بدترین وجهش، اینا نترسیدن. شاید هم ترسیدن، ولی باز هم آمدن، باز هم جرأت کردن و صدای خودشون رو بلند کردن. ولی متاسفانه که از سمت مردا اونقدری که باید میشد حمایت نشد. ولی خب بعدها اعتراضای بزرگی هم بود که سرکوب میشد و حکومت طالبان سعی میکنه همیشه روی تلویزیون، روی پرده تلویزیون و خبرنگاران این وحشیگری هاشون رو نشون ندن، در حالتی که ما خبر داریم، میدونیم که اینها فعالین حقوق بشر رو، زنان رو، اینها رو میبرن، ناپدید میکنن، میکشن و شکنجه میدن. و خیلی از این خانوم ها هم تا الان ازشون هیچ خبری نشده. بسیار عالی. وقت کمی به پایان گفتگو با تو مونده آتوسا. به بینندگان این برنامه، کسانی که الان دارن با آتوسا امیری به عنوان یک آرتیست آشنا میشن، چه پیامی داری؟ من اول واقعا آرزوی صلح دارم برای تمام مردمان دنیا. این دنیا متعلق به همه آدم هاست و خواهشی که از همه انسان ها دارم، فرق نمی کنه فارسی زبان یا زبان های دیگه، اینه که اگه شما می بینین یک جای تظاهرات است، لطفاً به اون تظاهرات بپیوندید و مردم رو تنها نذارید. برید لاقل صداتون رو در بیارید، برید بگید که ما اینجا هستیم و دفاع می کنیم و ما مخالف جنگ و ظلم هستیم در دنیا. به نظر من این وظیفه هر انسانه. خودتو هم توی کار هنریت همین کار داری میکنی و هر جا همین پیام رو داری. خیلی خوشحال شدم که تو رو در برنامه خودمون داشتیم آتوسا. امیدوارم که با کارهای هنریت هر بار که منتشر بشه بتونیم با تو گفتگو بکنیم و بینندگان ما هم بیشتر از پیش با تو به عنوان دختر شجاع و جسور و هنرمند آشنا بشن. ممنونم که در برنامه با هم همراه ما بودی. تشکر از شما که بنده رو دعوت کردین و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. مرسی.
بدوزم تو تباه میشوی، فریاد میشوم روز شاد میشوی، گر من سکوت کنم تو برباد میشوی. در کشور من وقتی باشی تو زن صدا و فریاد و نفسهای دورا میبرن، در کشور من وقتی باشی تو زن صدا و فریاد و نفسهای دورا میبرن. دشمنان وطن می شوی، در کشور من وقتی باشی تو زن صدا و فریاد و نفسهای دورا می برن، در کشور من وقتی باشی تو زن صدا و فریاد و نفسهای دورا می برن. زنان بگو مرگ بر خائنان، در این قرن در این زمان برخیز پرتوان، هرگز نمیشینم زیر ظلم ظالمان، در کنار تو هم تا واپس این نفس، جای زن مبارز به خدا نیست قفص، بیا پا به پای من بر فردای زن، بر آزادی خیز شجاعان.